سلام، وقتتون بخیر. به یکی دیگه از مجموعه های آموزشی رادان خوش اومدید. توی این بخش ما راجع به فاینال کات پرو ایکس و استانداردهای هالیوود صحبت میکنیم. تمرکز ما بیشتر روی فیلم فوکوس خواهد بود و کاری که توی این فیلم انجام شده به دلیل اینکه برای تدوین این فیلم از فاینال کات پرو ایکس استفاده شد و در واقع پست پروداکشنش با فاینال کات پرو ایکس انجام شد و خود منم راستش تو جریان این کار بودم. البته خود من تو اون کاری انجام ندادم، ولی کاملا توی ساختار کاریشون بودم، توی اینکه چی کار شد و حالا چه اتفاقاتی داشت میافتاد. راجع به پری پروداکشنش صحبت میکنیم، راجع به اتفاقاتی که توی پیش تولید افتاد، راجع به چیزهایی که سر صحنه وجود داشت و سخت افزاری که اونا داشتن و باش کار میکردن. این ورک فلو که وجود داره رو من با جزئیات کامل خدمتتون توضیح میدم، اینی که حالا همه این سخت افزارها چیا هستن و چه استفاده‌ای ازش شده، تدوینی که سر صحنه وجود داشته، اصلاح رنگی که سر صحنه وجود داشته، و البته اینا هر جفتش به معنی خیلی تدوین ابتدایی و اصلاح رنگ خیلی ابتدایی هستش. راجع به سخت افزار صحبت میکنیم، اینی که دستگاهی که شما الان دارید، حالا چه مک پرو، چه آی مک، چه لپتاپه، توانایی تدوین یک کار سینمایی رو داره یا نه. با همین تست رو انجام میدیم، من توضیح میدم کامل که شما چجوری میتونید این کار رو بکنید و اگر احیانا نیاز هستش که شما چیزی اضافه بکنید، هارد نیاز هست بخرید یا هر چیزی، چه مشخصاتی باید داشته باشه. و باز روی استانداردهایی که تو این کار بود صحبت میکنیم، بکاپی که داشتن، هارد هایی که داشتن و حالا الاخر ساختار پست پروداکشن و ساختار تدوین به چه شکلی بوده، تصاویر چه جوری بکاپ میشده، هارد هایی که وجود داشته چیا بوده، تیم تدوینی که بودن، از دستیار تدوین تا تدوینگر چه مشخصاتی داشته سیستم کاریشون و حالا فرایند کار کلا به چه شکلی بوده. راجع به پلاگین هایی که استفاده شد من کامل صحبت میکنم، از کویک تیک که سر صحنه استفاده شده بود تا پرودوسرز بیست فرند و حالا FX هندلر، X2 پرو، تمام اینا راجع بهش صحبت میکنیم و اینکه هر کدومشون به چه دردی میخوره. دیگه شما بنا به سلیقه خودتون میتونید و بنا به نیاز کاری خودتون میتونید از هر کدوم از اینا که خواستید استفاده بکنید. توی بخش بعدی راجع به کودکا صحبت میکنیم، راجع به اینکه را و حالا مثلا پرورس چه تفاوتهایی با هم داره، چه مزایایی داره، چه مزراتی داره، استانداردهای رنگ REC 709، REC 709، لاگ و تصویرهای فلت چه تفاوتی با هم میکنن، لوکاپ تیبل چی هستش. یه نکته هم من بگم خدمتون، این موضوعات الان ممکنه یه ذره به نظر شما عجیب بیاد، یه ذره ممکنه این کلمات قلم به سلوبه به نظرتون بیان، واقعا خیلی راحت هست تمام این کانسپت ها. یعنی جدا حالا من امیدوارم بعد از اینکه این آموزش تموم شد، شما موقعی که حالا راجع به این اصطلاحات دوباره شنیدید، ای بابا این که خیلی چیز راحتیه، مثلا این چیزی هم نیستش که اینقدر دارن پیچیدهش میکنن و ILUT اینه، XML فلان، تمام اینا خیلی موضوعات سادهیه. امیدوارم حداقل من میتونم به همین سادگی توضیح بدم خدمتتون و امیدوارم شما هم در نهایت به این نتیجه برسید که واقعا چیز خیلی پیچیده ای نیست. راجع به کالر کورکشن صحبت می‌کنیم و راجع به فیلم لوک. چند وقت پیشه که یه سوالی ازم پرسید که با همون دوربینی که تو هالیوود داره کار میشه، مثل رد یا الکسا، ما تو ایران هم داریم کار میکنیم، ولی چرا تصویرامون ویدیویی میشه؟ علتش تفاوت توی دوربین نیست، تفاوت توی ورک فلوه. و من حتما توی این مجموعه کامل راجعش صحبت می‌کنم و راجعش توضیح میدم که در واقع ورک فلو چی هست. راجع فیلم لوک صحبت میکنیم و اینکه شما تصاویری که دارید رو چطور میتونید کاری بکنید که شبیه فیلم بشن و شبیه ویدیو نشن اصطلاحا. یه موضوعی، اگر کسی به شما گفتش که آقا شما هر تصویری که فیلم برداری کردید، مثلا با 7D 5D حالا هر چیزی یا الکسا هر دوربینی، میتونی با یه پلاگین، فقط یه پلاگین رو نصب کن مثل فیلم کانورت پرو، یه دکمه بزن، فیلم شما با تبدیل میشه به یه تصویر فیلم لوک. این حرف متاسفانه کذب محضه و دروغ مطلقه و متاسفانه فقط بازارگرمی. ما حالا توی این مجموعه میبینیم با هم که چجوری میشه این کار رو انجام داد، ولی اگه کسی همچین حرفی زد، شما از طرف من یه حرف ناجوری بهش بزنین، چون حالا توی این مجموعه هم میبینیم که چرا این حرف کاملا غیر واقعی. راجع به پلاگینی که وجود داره برای اصلاح رنگ صحبت می‌کنیم، راجع به نرم افزار ریزولف که برای اصلاح رنگ هستش صحبت می‌کنیم،
البته نه خیلی با جزئیات مثل آموزشی که قبلا راجع به کالر داشتیم، ولی من یه صحبت کلی کوچیکی میکنم و راجبش یه توضیحی میدم. اگر شما واقعا کار خیلی جدی میخواد با فاینال کات پرو ایکس بکنید، داوینچی ریزولو رو نصب بکنید. این افزار مجانیه و یه مزایای بزرگی داره که حالا با هم بیشتر توی این مجموعه روش صحبت میکنیم. یه صحبت کوچیکی که من در مورد مونیتورها انجام میدم و کالیبریشن مونیتورها، و در نهایت در مورد پکیج های گرافیکی یه صحبتی میکنیم. اینی که شما فرض کنید یه پکیج گرافیکی میخواید درست بکنید که توی مجموعه تلویزیونی استفاده بکنید، و اینی که چه کارهایی میشه انجام داد، چون فاینال کات پرو و موشن خیلی خوب میتونن این کار رو انجام بدن و این رفت و برگشت اطلاعات توشون خیلی خوب انجام میشه. حالا با هم بیشتر روش صحبت می‌کنیم و بیشتر می‌بینیم. اینی که فقط لزوما ما توی مجموعه تمرکز اون روی کار سینما نیستش، روی تلویزیون هم یه بحث‌هایی که داریم که باز حتما پرداخت می‌کنیم، باز حتما بیشتر روش صحبت می‌کنیم. برای جو ساوند دیزاین، بحث صدا رو ما تو قسمت قبلی یه صحبتی در موردش کردیم، توی این قسمت یه صحبت کوچیک دیگه ای در موردش انجام میشه. برای جو اینکه شما فرض کنید فایلتون رو بخواید اکسپورت بگیرید برای پروتوز چیکار باید بکنید. در نهایت با هم همه این اتفاقات رو بررسی میکنیم و میبینیم که توی هالیوود در واقع این اتفاقات به چه شکلی میفته، و امیدوارم این مجموعه بتونه رضایت شما رو جلب بکنه.